آقا جون آره چطور؟ قربون من تو چی؟ مگه آقا جون رو ندیدی؟ چرا دیدم؟ پس چی؟ آدم خوبی هردم خوشش میاد ما چش کنیم بفهمید آقا جون بفهمید خدا این جایی رو برای شما حفظ کنه مرد بسیار بسیار نازنین بله دیشب روزنامه نوشته بود که چی؟ من نازنینم خب حالا تو خوب آقا جون قربونت برم خیلی وقت تشریف بردی؟ یه نیم ساعتی میشه که اومده دایی نیم ساعت آقا جون تشریف بردن؟ 29 دقیقه است نیم ساعت اومدن دیگه حالا چی شده؟ یه چایی میوه خدا مرگم بده اصلا یادم نبود بخدا من نمیدونم چرا این آقای حشمت میبینم زوغ زده میشه من چی یادم بره خنده های ایمونه کشت ناکره کچله یادم نره کچله اصلا الان میادم ای بابا خب بایی جان حاله چطوره؟ خیلی ممنونم شما خوبی؟ الحمدلله منم بد نیستم آقا شما یه گلی از شما داشتم گلی؟ من؟ گلی برای چی؟ شما خیلی دیر به دیر سراغ ما میاد حتما باید دعوتتون کنیم بابا نه بابا دعوت چیه من شرمندم تو که میدونی بابا من کارم زیاده گرفتارم نمیتونم برسم آقا جون هر چقدر که کارتون زیاد باشه بالاخره یه سری میتونیم به ما بزنیم که چش از این به بعد سعی میکنم هفته یک بارم که شده چشمم کور به شما یه سری بزنم حالا خوشحال میکنی خلاصه قربونت برم ما اینو بدون هر موقع شما رو ببینیم خوشحال میشیم فدات بشم سلام بری سلام اینجوری از آقا جون پذیرایی میکنی؟ مگه چی شده؟ نیم ساعت آقا جون تشریف بودن تو تازه داری چایی میبه میاری؟ منتظر بودم که چایی دم بکشه نه وای جون منم بیکار نبودم دایی اینجا بود و در غیاب تو کلی گفتیم و خندیدیم جا خیلی خالی بود به خدا آقا جون بار اولش که نیست تموم کاراش همینطوره بابا جان بی خود اوقاتتون سر این چیزای کوچولو تلخ نکنیم خب دیر شد ولی دروغ نشد هم چایی هست هم میله میخوری من همین الان از این چایی شروع میکنم دلت بسوزه نوشت جونت خب دیگه چه خبر آن؟ سلامتی آقا جون رئیس جون شنیدن که یه چند شبی خونه نبودی آن؟ بله البته یه کار گمرکی داشتم یه چند روزی رفتم بندر عباس خب به سلامتی انشالله که سوغاتی من یادت نرفته نه اتفاقا به جون آقا جون قدم به قدم به فکر شما بودم سوغاتی شما رو هم فراموش نکردم یه فندق و یه تسبیح تونستم براتون بیارم شرمنده شد در نکنه دشمنت شرمنده باشه بابا جان همینقدر که به یاد من بودی کلی برای من ارزش داره خیلی قشنگه آقا جون سوسن اون رو تو بوفه بده دستش درد نکنه غذا حاضره؟ بله هر وقت خواستید بگید میزو بچینم به دایی بگو مشموش خب بایی جون از شرکت چه خبر؟ شرکت چه خبر؟ رو به راست میچرخه؟ نه اونجوری انقدر گرفتارم که راستش نمیرسم چرا گرفتار؟ مگه چی شد؟ راستش سوسن دیگه اون سوسن سابق نیست یعنی چجوری براتون بگم؟ رویهش به طور کلی فرق کرده ولی من شنیدم که رویه تو فرق کرده اینو سوسن بهتون گفت؟ آره یه همچی چیزایی بهم گفت نه آقا جون دخترتون دست پیش گرفته که پس نگفت اندک بود ولی تصویر رو پیدا نکردم بفرمایید آقا جون دستش درد نکنه خیلی ممنونم حتما رفته لادست گوشواره ها گوشواره چیه؟ عرض کنم خدمتتون که چند وقت پیش آه میز چیدم غذا رو کشیدم تا سرد نشد بفرمایید ببین که دایی خیلی متشکرم کیه مهمان رسیدید مهمون حبیب خداست؟ کی چی بی به خداست بی به خداست باید آبش زیاد کنید ای مخلصم قربونت برم من چی گتم؟ از یک کچله یادت نرم چه چه بان پیچی هم کردی این صحباتی رو قابل شما رو ندارم دست درد نکنه بله عرض میکردم خدمتی بله چند وقت پیش یه جفت گوشواره تو خونه ما پیداش خواه؟ چون هفته پیشش مهمون داشتیم گفتم شاید مال اونا باشه ازشون که پرسیدیم گفتن مال ما نیست عجیبه عجیبتر از اون اینه که از ایشون وقتی گوشواره رو خواستن هرچی دنبالش گشت پیداش نکرد که نکرد بفرمایید کی بود؟ هیچ که نبودیم پاکت انداخته بودن دمه در خودشون رفته بودن آیشان بفرمایید تا غذا سرد نشده کچله یادت نری باشه چشم ببخشیده باشم خواهیش بگیم ببین دخترم باز بگو که
که وحید یاد میگیره. باز بگو وحید بهونه میگیره. خب بابا جون حق داره دیگه. یه جا افتاده پیدا میشه آقا جون. چی شده وحید؟ چرا ناراحت شدی؟ چی شده وحید؟ اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که نیفتاد آقا جون. گوشواره‌ای که ذکر خیرش بود پیدا شد. یعنی آقا دوزه پس فرستاده. یعنی چی؟ یعنی اینکه گوش کنید خواهش میکنم. سوسن جان سلام. امیدوارم که حالت خوب باشه. منم خوبم. سوسن جان گوشواره‌ای که به من داده بودی نشون داده. به اون قیمت نمیارزه. انتظار نداشتم تو عالم دوستی به من کلک بزنی. قربانت لیلا. بفهمید ملاحظه کنید. نه این غیر ممکنه، باور کردنی نیست. دروغه، به خدا تهمته. این نامه افتراست، حسیس است. حتما یه دیوشتانی این کارو کرده که زندگیمونو از هم بپاشه. تو مطمئنی که سوسن؟ بله مطمئنم. مدرک داری که زنف تو خونه تو دزدی کرده؟ مدرک؟ چه مدرکی بالاتر از این نامه؟ لا اله الا الله. بسیار خودتو ناراحت نکن، من در این باره تحقیق میکنم، ولی مطمئنم که این یه دسیسه است. مطمئنم که یه دسیسه است. تو باید این مسئله رو ثابت کنی. بریم سوسن. بابا این غذا سن آیشمت کن. آقا عشمت تشریف بردن. بدون خداحافظی؟ بله بدون خداحافظی. سوسن خانم کو؟ ایشون هم تشریف بردن. نمیفهمم چرا واضح‌تر نمیگی کجا رفته؟ همون بهتر که نفهمی. از این به بعد سوسنی توی این خونه وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی این که از این به بعد خانوم این خونه هایده است. هایده که این حرفا چیه؟ آقا عشمت! بله؟ بفرمایید. سلام. سلام آزیتا خانوم، حالتون چطوره؟ چیه؟ خوشحالی؟ چرا که خوشحال نمیشه؟ دستت درد نکنه، به تو میگن خواهر خوب. نقشت عالی عالی. چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ نامت به موقع رسید، پدرش هم اینجا بود. خلاصه؟ خلاصه؟ چی؟ خلاصه، بالاخره خلاصه که همه چی تموم شد. بالاخره موفق شدی، منم نقشمو خیلی خوب بازی کردم. حالا از من راضی هستی؟ بس چی که راضی هستم؟ من محبت خواهر خودم رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. ببینیم و تعریف کنیم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. اینا سوال تسکی شده رفتم. مامان بگو قضیه چیه، منم بفهمم. بعدا میفهمی. قربون دایی‌جان خودم برم. قربون سر خواهرزاده خودم. ترسیدم بابا. چرا اینجا خوابیدی؟ منتظر خود فرمایشه شما هستم. وحید بیدار شده؟ نه خیر خوابیده. برو بیدارش کن، کارش دارم. صبحونه منو بیا تو اتاقم. صبحانه چی میل داری؟ چی داری؟ والا شیر که نیست، پنیر هم نداریم، شیش مربع هم خالیه، کریم سه ماه با ما قرد کنده در چون خواهی بوده. هر زهر ماری هست برداد. اونو باید بریم از جنگل های آفریقا بیاریم. ماره اونجا میگه زهرشون خوب. ریختشو ببین. خیلی دلت میخواست تیپون دلت بشید. به من در تو ای وای ای وای ای وحید، خدا بگم چی کارت کنی؟ اون زن خوب خالدار طلاق داده، این هفت سامونه ای رو آورد اینجا با بالا گردن ما کرد. سلام. سلام، صبح بامدادی شما به خیر خوشی سلامت سعادت. ساعت 7:25 دقیقه ترافیک هنوز یه داره بسته. اما ساعت 7:25 دقیقه دوست ساعت این مرمون رو یعنی داری برو صبحونه من دیگه بخورم دارم کار بده. چی؟ صبحونه. هر جه دیدی سلام منم برسن. یعنی چی؟ یعنی صبحونه نداری؟ شیش ماه صبحانه نداریم، کجای کاریتون؟ هایده از خواب بیدار شده؟ هایده اصلا نخوابیده تا بیدار بشه. الان اینجا بود گفت بیام تو رو بیدارت کنم ایست که با تو کار ده. ببینم دایی، مهمونش دیشب چه ساعتی رفت؟ ای در بدر باشن این مهماناش بابا. دیشب صبح خروس داشت میخون، اونا تازه در از در این خونه میرفتن بیرون. ای بابا، تو اون وقت چی کار میکردن؟ من چی میدونم؟
پنشش زن مثل خودش دو اتاق دوره هم جمع شده بوده راجع با باکسن فلج پیرمرده است. باکسن فلج پیرمرده؟ بجانه تو منم را نمیدادم تو اتاق، هرچی میخواسته از اون سراح آشپز خانه. دایی شربه، دایی چای، تا صبح دایی چای دایی شربت بشین. پس تکلیف من تو این خود چی میشه؟ تو که تکلیف خودت میدونی؟ تکلیف من مادر مردانه معلوم که عزیزت خورده فرمایشن یا هایده خسته شدم بخورم. تو دیگه چرا؟ مهمان که داری من بدبختم دیر دم به ساعت آ سیگار چای اسم اونو گذاشته میرا و سیگار خروش چای چی آدم این گروست دیر؟ ما سلاش کنم؟ آره فوش میده بابا. فوش میده؟ با جان تو اینقدر بددهنه از ترس تو این خونه من نمیتونم بهش بدم خانم بالای چشم ده آبروز میشینه با میشه با ما میگه دهنه تا ببن خورت ما خورت خیلی خوب برو صداش کن بیاد من کار دارم میخوام برم. فوشتت فای خودت. باشه. این از کجا گرفتی؟ از کجا گرفتی چیه؟ تو نه نخینه گرفتی؟ مگه ماهیه؟ ای کاش ماهی بود این سگ ماهیه. ماهی برو صداش کن. خودش داره میاد بابا. سلام بهی. سلام بهی. سلام. چرا احمد تو همه؟ آها مهمونام سرسده که نذاشتم بخوابی ها؟ والا چه عرض کنم؟ چرا دیشب نیومدی تو اتاق پیش مهمونا؟ خسته بود یاره؟ ببین هایده من از دست این مهمون بازی تو دیگه خسته شدم. ایوا چرا؟ مهمون بازی من که تو کاری نداره. چطور کاری نداره خانو؟ تو هیچ میدونی مهمون بازی شما عاقبتش به کجا میرسه؟ حرفا چه که میزنی؟ خب من رفتی اومدی داره. مجبور نیستی رفت آمد کنی. مهمونی ما یه دفعه نه اینکه هر شب هر شب. تو امروز از دنده چپ بلند شدی؟ منم حوصله ندارم سر به سر. ای کاش از دنده چپ بلند میشم. این بنده خدا الان 6 ماه دنده قاطی کرده. وحی داری میری؟ اونم کارش گیر کرده بوده احتیاج داره موضوع خودت باش. بله میبینی که دارم میرم. قبل از رفتن 20,000 تومان بده احتیاج دارم. الهی مامانم میمیره بده 20,000 تومان؟ دیروز 20,000 تومان بدادم امروز هم 20,000 تومان بدم؟ ایوا تو مثل که دست تو خرج نیست؟ 20,000 تومان پوله؟ بفض اینکه دستم تو خرج باشه 20,000 تومان روزی 20,000 تومان خرج خونه است؟ تو فکر کردی خرج خونه فقط خورد و خوراکه؟ یه زن هزار تا تکلیف داره. وای راست میگه. ماهی در 20,000 تومان خرج بزرگ دوزه کشه. تو حرف نزن فراد. دارم دفاع میکنم دفاع ده. من که یه همچی پولی ندارم بدن. نداری؟ نه خیر ندارم. تو که نداشته بی خود کردی زن گرفتی بی جا کردی اسمتو رو من گذاشتی. ببین هایده چرا حالیت نیست؟ 3 ساله که ما با هم ازدواج کردیم به خاطر خرجای بی رویه تو کارهای بی حساب و کتاب برادر تو شرکت ضرر داده درش بسته شده میفهمی؟ دارو ندارم که فروختی ما خوردیم به خاک سیاه نشستم. مگه من چقدر سرمایه داشتم؟ باید از اول فکر اونو میکردی. نمیدونی زندگی کرا بزنی مثل من خرج داره؟ غلط کردم نفهمیدم اشتباه کردم. حالا اجازه میدی بدم؟ خیال کردی آرزو دارم وایستم اینجا بیا به تو رو تماشا کنم؟ پولو بده هری. راست میگه پولو بده هری. 2,000 تومان بده من میخوام. تو دیگه چی میخوای؟ یه پیرن شبم ولی لیدوزی دیدم میخوام اونو بخرم. هایده خانم شما با هم لباسی گردم صبح میره پیاز میخره سبزی میخره با هم نمیشه بره شب نشینی آده فرق نزن فراد خراب بشه این زندگی. برو بهش بگو اگه این پولو ندی که حق نداره با تو پی خونه بذاری. چشم بایدو آره بیا کار خراب داره. مگه نگفته هری؟ اشتباه کرده حالا دری. چرا نمیذارید من برم به بدبختی برسم؟ یه بدبخت شدیم را. چرا؟ از امشب مسافرخانه تو مصرف رو. آخه چرا؟ میگه اگر این پول ندی دیگه حق نداری پاده تو این خونه بذاری. دایی من حوصله ندارم سر به سرش بزنم. برو بهش بگو به دین ندارم والا ندارم 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 ندارم. یه دقیقه در نرتم نتیجه بگیرم بیا خانم جان. میگه من حوصله ندارم سر به سر این بزنم با اش حرف بزنم. برو بهش بگو والا ندارم به دین ندارم 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 ندارم. برو بهش بگو آقایی که میگی ندارم ندارم بیجا کردی ساعت 20,000 تومانی به دست بستی. کاملا درسته. یه دقیقه تشویش داشته باشی وای جان. بله. میگه برو بهش بگو آقایی که میگی ندارم ندارم بیجا کردی ساعت 20,000 تومانی به دست بستی. به من گفت بیجا کردی؟ به خدا اگر با من میگفت فردا ختمش بود این هفته هم هفتش. اینه در بیار ببریم بفروشیم هم خیالی راحت میشم قلق از یک کنیم. دایی جان تو که میدونی من هرچی داشتم و نداشتم فروختم. این همه جنس فروختیم جهنم اینم رو هم میمونه بفروش.
مسئله اینه. بفهم. اینقدر جنس فروخته میترسم این روزه منو بگیرم. اینم بفروش تا خیالش راحت شه. حالا کجاش دیدی؟ گوش کن. بله. ارزو ندیا. یه خورده چونه بزن. بله من از بس چونه زدم فکم لخ شد. نیا کن. ببن فکتو. فراک. همیشه میگه. همیشه میگه. الان جلوی تو گفتی. چیه خورم؟ نه چی میدونم اون میگه؟ میگه فراک. بله همون. میدونی یعنی چی؟ یعنی قورباغه. خوراک یعنی قورباغه؟ بله. این به من میگه قورباغه؟ بله. چشمم روشن. این اشتبار عوضی گرفته تو رو میبینیش دایی؟ جلوی منو بگیر دایی جان من خونم دوشه ای چاره نیست دایی؟ من خون به ما بگیری کردم داره دایی جان خواهش بکنم گربونه دایی 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 جان خواهش این دفعه به خاطر توی چی نمیکنم خدا شایده یه نخواه دیگه از یه حرفا با من بزنه یه شپلاق این وری یه شپلاق اون شپلاق دیگه چیه؟ شپلاق چیه اینا؟ میدونی وزن این چقدره؟ نه 4 کیلو 246 گرم بزنم رفته همین مونده بود که بنام بده قورباغه کجا میری؟ کجا داری میری؟ دنبال چی داری میگردی؟ من دره گم کردم این ده حواس من الان نمیذاره که من فکر میکردم با من میگه خوراک نی وی جا بله من بیچاره این راه ده 15 مرتبه باید برم بیام منظور چیه؟ میگم بعد از این ساعت نوبت کت شلواره تا این چیزی نگفته خودت محترمانه در بیار ببینی گفت تو ازت خواهش میکنم سر به سر من از حوصله نداره ناراحته نه؟ یادتی چی بلاهای سر اون سوسن بیچاره میبود هر چی میگفتم وحید جان اینقدر این زن بیچاره را اذیت نکن گناه داره آهشته رو میگیری یک روزی پشیمان میشی امروز میگفتم اون زن بدبخت لباس خودش با دست خودش میبود میدوخت که در خرج خانه صرف جویی بکنه این کفش میخره 40,000 تومن مانتو میخره 80,000 تومن 2,000,000 تومن علنگو پلنگو زلنگو به خودش آویزان کردی خرج پدر و مادر و جد آبادش از اینجا تامین میکنه خب معلومه تو گنج قارونم داشتی تاله تمام شده ای یادت اینجا نشسته بودی میگفتی من یه زن میخوام سسد داشته باشی اینم سسد داشت الحمدلله که اجاقشم کوره ده چی میخوای تو؟ دایی جونه قلبه زخم زبون نزن بذار تو آتیش خودم بسوزم بسوچ بسوچ تا برم آتیش نشان میخوار کنم بسوچ تو درست میگی خودم کردم که لعنت بر خودم باد قدر اون زن خوب خونه دارو ندونستم خودمو به این مصیبت دچار کردم بله بفرمایید بله گوشی خدمتتون هایده هایده بله تلفن بله بفرمایید سلام فرشتی جون تویی پس شدش هم نیومدی خانم آره اجازه خالی بود همه بودن امشب راست میگی باشه باشه میام قربونتو خیلی ممنون که خبر دادی خداحافظ سلامت خدا چیکار کردی 5,000 تومان 5,000 تومان من 50,000 تومان پول ساعتو دادم عجب گرفتارش شدیم بابا من چی خاکی به سرم بریزم ساعت بردم نشان جمشید خان دادم خب پشتش رو باز کردم ماسه که گذاشت بچه ساعت رقصه داری یکم این رقصه کش افتاده کمانه چی قصه گچ گرفتن نمیره کمانه چی شکسته؟ کی رو گچ گرفتن؟ اون میگیره بابا چی بکنم؟ آخه اون ساعت سالمه سالم بود من جهز بخوام بخره یه ساعت یار روش میزنم بابا بابا من چی خاکی برزن بسرم به این گفتن کل شلوارش در بیاره دم نه آورده در بیارده بابا چی رو در بیارده؟ پس با چی برن سر کار؟ من چی میدونم لون به من مایه با پوش این جدت حضرت آدم همینجوری برم من چی میدونم که چی جوری میدونم بس کنی دیگه پولو بده بیرم دیگه بی ارزه خودتی نفهمیدم به شخصیت من توهین کردی؟ باره بابا شخصیت شخصیت یادت روزی مون خصیصن این بیشی یه جفت ما پای پلاستی که پای تو بود به این زودی خودت گم کردی برو به کسی بگو تو رو نشناسه همینجا واسه من نگاه کنی قورباغه هرچند دهنش در میاد به من بگه قورباغه خودتی قورباغه که حیوان خوبیه خودت قیافت بگو این کوری کدیل میمونی ای پدر کجایی که میبینی من تو چه زندونی افتادم ای مادر کجایی میبینی یه خرس آبی داره بده میخوده تویی بس کن چی چرا بس کن اینقدر گفتی بس کن خفقان گرفتم بذار حرفمو بهش بزنم لاغه همه شما تقصیر توه
اگه اینقدر پروش نمی کردی الان تو رو من وای نمیستم. باره بابا جفتتو نمی بندم به گاری خودم میشم گاری. چی تو خیال کردی؟ من دیگه تعمل ندارم این بود نخواه گوش کنم. هیچ معلوم هست چطونه در همسایه همه صدای ما رو شنیدن؟ فدای سرم بذار بشنود بذار بدونه توی خانه صاحب مرده چه اتفاقی داره میفته. نمیمونم این همه به خاطر تو بدبختی کشیدم بسه. میرم تو اون دهات عملیکی میکنم بهتر از این لغون خوردنه. من اینقدر بدبخت شدم که این کروکودیل به ما میگه قربقه. گوش کن ببین چی میگم دایی. چی چرا گوش کنم؟ تو بدبختی این زنی من مجبور نیستم بدبختی این بشم. والله از روز اولی تو رو به خاطر خودت نمیخواست، تو رو به خاطر پول و ثروت و داراییت میخواست. تمام شدن دنبال بهانه میگرده. تو اینجا چیزها رو نمیفهمی. این همه طلا و جواهر تو دستش بود چرا نفروخت؟ ساعت تو رو فروخت. من چی بگم به تو آخه؟ دایی جم قسم میخورم طلاقش بدم. یا باید اینه طلاق بده یا من طلاق بده. نه خب چه خودت میذاری؟ میگیرم داد هم از طلاقش ندیم یه دوباره. دایی جان دایی خواهش میکنم نرو. عجب بدبختی گرفتار شدم و چه مصیبتی برای خودم درست کردم. توی این خونه هیچ کی زبون هیچ کی نمیفهمه. کجا؟ تا زمانی که این آدم توی خونه هست من پام اینجا نمیذارم. توی خونه یا جای منه یا جای اون. میرم خونه مادرم یا همونجا ترکیبم روشن کن. گوش ها چی میگم آیده؟ همون که گفتم قورباغه ها. باشه برو خونه مادر بیام همونجا ترکیب تو روشن میکنم. در بدر شده ها. تو کجا میری؟ چته؟ میخوام برم ژاپن اونجا مرده بوسه. ژاپن کجاست این حرفا؟ چی نگه داره؟ خلبانم روی ترمز میکنم. دایی جان خواهش میکنم دایی. نمیمونم. عزیز من تو که نمیدونه من تنها بذاری تو این موقعیت. جهنم خودت خواستی. حالا شد. بذار من لش سامردم از این خانه بره بیرون. تو اینجا به من به اون هایده لک لک. نمیمونه. دایی جان ازت خواهش میکنم. نمیمونه. اوساکا بده. خواهش میکنم. لا اله الا الله. دست درد نکن. با همین زبان این چند سال من منتر خودت کردیده؟ اختیار داری دایی جون. تو بزرگ منی. این حرفا چیه که میزنی؟ اینم در... این چیه پوشیدی؟ مال توی من نمیبینم بو میده. بگی. چرا میذاری تو چمدن من لباساته؟ خیلی خوب. بده به من. بهت میاد بری. خوشتیب شدی ها. اه؟ اره. ببینم. واسه همین این زن حسودش میشه داری تیف منم نداره ناراحت بندی خدا چیم آره تفلک ناراحته بله بیام که چیزی میری نداری برات بیارم بله یه لیوان شربت بیار بخورم الان من اسب دوانی همی چالیم نیست اسب دوانی چیه؟ عصبانی؟ همون بله سنجه برو چشم الان میرم واسه تو میارم بعد میپرسی؟ این چرا اومدی؟ ببینم هایده خونه هست؟ اومدی سرکیسش بگونی ها؟ پول خواهرم، تو چرا نرد؟ چی ره پول خواهرم؟ خالد از کجا آورده؟ از خونه پدرش آورده؟ پول این وحیدی بیچارسته؟ خب باشه، دومادم داماد شماست خواهرزاده این منه از حلق ما میبوره میده شما میخوریم اده جان، من اصلا نمیدونم چه هیزومه تری به تو فروختم که اصلا چشم دیدن منو نداری. من از قیافه تو خوشم نمیاد. مگه قیافه من چشه؟ چشه؟ اینو شهر فرنگی نگاه. این چی سربازی برای خودت درست کردی؟ دایی جان مد در بدر بشه این مد. پیرانش رو ببین، شلوارش رو کفشش رو میگم این شلوار دیگه خیلی بلنده یه قیچی بیاره کدترش کن. دایی جان میدونی شما قدیمی هستی اونجوری فکر میکنی. آدم باش خوراک. یعنی قورباغه جوانای هم سن سال تو الان هر کدوم گوشی از این مملکت در اداره میکنن. تو خودت شما یه شما درست کردی رفتی تو خیابونه که چی؟ خب دیگه ما اینجوریشو دوست داری. اینجوریشو دوست داری؟ یه دفعه اگه گیر بیافتی اون وقت بهت میگم چه جوریشو دوست داری. خب نگفتی هایده هست یا نه؟ نه رفته بیرون. آقا بعید چی؟ از اون پول میخواد؟ پول نه. برای لیمون نشد این ده. پیغام دارم. پیغام داری؟ بشین تا بگم بی. این چی آقا این چیه؟ این چیه؟ دست داره خخ خراب میشه. این علامته. علامتی چی؟ این علامت مخصوص. هیکل زیر مینی بوسه. اینو شدی بوزو کوی دستم خراب میشه. اینا چیه با دستت بسی؟ دایی جان ببین اینا مال عرق پیشونی. خب؟ هر موقع پیشونیم عرق کرد با اینا پاک میکنم. اینجوری؟ اینجوری؟ آه برف پاکونه ته برف پاکون چه میگه مال عرق پیشونیمه. میگم دوتا از اینام بابام با پاک. خب؟ هر وقت پس گردن عرق کرد اینجوری پاک بشین.
بشین. What about sunrise? What about rain? What about all? Did you ever stop to notice? Crying red. Ah 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 ah. این کارا چیه میکنی؟ یه کارا چیه؟ یه مگه استر میدونی آلار میکنی؟ چرا جریقت میکنی؟ حالا خلاله شکون دام بایی ما نکردم تو حلقه ما فکر کردم بلای سر دامده ار ار کچی بشه میبینم آقا وحید داداشم گفتش که یه چک 2 میلیونی شما برگشت برد چیکارش کنم؟ برگشت داده؟ یعنی به من نگفته برده بانک؟ در ضمن گفته تا آخر این هفته هم محل داری میخواد بذاره اجرا چکی منه بذاره اجرا؟ دست شما درد نکنه خب آقا وحید بگی نترس باز نشستی ما بلش کن بلاشو برو بابا بلاشو برو بلاشو بلاشو برو بلاشو بگو که وحید گفته هر کاری دلت میخواد بکن هر کاری از دست برمیاد بکن باشه باشه کاری نداری؟ برو میرم خداحافظ برو بری خداحافظ خداحافظ برو بلاشو خداحافظ بی وجدانا با کی هستی؟ هیچی دیگه یه چک 2 میلیونی پیش هرمز داداش هایده داشتن برده با این برگشت زد حالا میخواد اجرا بذاره با این همون محبتی که با خانواده اینا کرده این کاره کرده دستان نمک شد نه بس نمک نیست گرگزاده آقا باید گرگ شد حالا میخواد چیکار بکنی؟ هیچ چه کاری از دستان برمید چکت اجرا بذارن چیکار میکنه؟ میرم زندون دیگه چیکار میتونم بکنم؟ گرانی سیگار رفتیم دو روزم باید بریم ملاقات این من سیگار میکشم؟ نکشم تو بفروش چی؟ ناراحت نباش این پول من برات فراهم میکنم از کجا؟ سوسن خانم زن صابره سوسن؟ بله سوسن روزی که اصلا جدا شدی رفته تو خیابان بالاتر یا آموزشگاه خیاطی باز کردی 30-40 شاگرد داره زندگیش هم تخت تخت راست میگی؟ به جان تو هر وقت منو میبینی یک ساعت حال احوال تو رو میپرسی حقیقتش به من گفته حق نداری از این خونه چیزی ببری بیرون بفروش راستش حالا قالیچه تلویزیون ضبط صوت کاسه بشقاب هرچی دادید بفروشم نمیفروخته پیش اون میذاشتم پول از اون میگرفت چی میگی؟ به جانتون نمونه ساعت پول داد ساعتم داد ما از ترس نشان ندادم گفتم این زنه میگه یه بار دیگر ببر بفروشو با من دست یعنی با این همه بدی که من در حق سوسن کردن راضی میشه من کمک کنم اون زن بزرگواری که من دیدم خیلی بیشتر از این حرف هست نداری من راضی نیستم که همچون کمکی رو بکنم یه از زندان رفتن که بهتره آخه دانی؟ آخر نداره چیکار داری با من سنگ مف گنجش کم مف میزنیم جریف جریف نه جریف نه جریفتی بشیم معلوم نیم بیام چطور تلفن میکنم آجانس بیاد با آجانس برم آجانس دیگه تلفن کردن داره اون برای خیابونه دیگه باشه بذار بدون ما هم کسی هستیم اینقدر ما رو پس نکن اینقدر ما رو کوچیک نکن اینقدر ما رو کوچیک کردی زنی میزنه تو سر ماده خیلی خوب برای هر کاری دارید میخواد بکن جس بگیرم بگه دیگه جس گرفتم میخواد تلفن میفهم اون میفهم اون میفهم ای هایده همیشه اینجوری جس میگیره از صبح بلا میشه تاقول من دور کمانچه میکشم کمانچه چیه بابا ناخون داره درست میکنه ناخون چی ناخون نیست که بیلچه باغبانیه بابا اون ناخون شماره این آجنسی چنده؟ من چه میدونم بابا یه شماره بگیر همینجا همین علیکی یه شماره بگیرم بله. اومدیم افتاد به اجزرکیه ببریم من رو ببر 2 هفته دیگر این شما تو که 3 تا 3 گرفتی چند تا هم 4 بگیر کیلویی بگیری؟ نه متریه آها 21 راست بگی یه 4 هم داشت الو دایی؟ انه یکی گوشه رو برم داشت الو آجانس اون بره خیابان لطفا تشویش برید این بره خیابان علی آقا توی سلام نوکرتم دایی هستم دایی دایره خوراک یعنی قربه بر همین روبروی بنگاه شما پلک 11 منم یه ماشین بخواستم علی جان بخواستم برم دوتا خیابان بالاتر یک کار فوری داشت پیاده برم اندامم خراب میشه نه جان علی شیخی نکن کار واجبی ماشین تره تمیز باشه اسم اون دفعه نباشه بابا 2 دفعه پنچر کرد جان تو اینقدر هول دادیم مردیم همینجا پارک براننده بگو چرت نزنه الان دهی تشویش میاره اومدم من خداحافظ همینجا پارک کردم میاره
دستم چر میکنه بابا، از نفس افتادم. چیکار کردی؟ موافق شدیم. جدی؟ والله رفتم وزیره براش گفتم. خب الهی بمیرم تا فهمید یه چشمش عشق یه چشمش گریه. گفت بشیم آلم میام. رفت بالا خونه سویچ ماشینش رو برداشت تا یه واقع اومد. مگه ماشین داره؟ آیشمت یه جیان برش خرید. جدی؟ چقدر این زن با محبته، چقدر مهربانه به جانتون. اینقدر با ما تعارف کرد با ما گفت دایی تو بیا پشت فرما میشین. گفتم بارو بابا ما از تریلی کوچیک سوار نمیشیم. گفت داره بریم. خب بالاخره بالاخره چی دو تایی سوار شدیم آمدیم ده. پس کو؟ داره میگرده جای پارک ادا بکنی آدم میاد. یعنی سوزن داری بدی اینجا؟ یه خیلی داری زور میکنی یا باشه دامنه؟ میدوشیه فقط خجالت بکشم تو روش نگاه کنم. خجالت کشیده نداره؟ چجوری خجالت نکشیده از این خونه تو اومد زده بیرونش کردی؟ همینجوری هم تو روش نگاه بکن. در زمین تلفن زدم گفتم آقای اشمت هم بیاد اینجا. یه آقای اشمت برای چی؟ چه میترسی فهمید چایی ماکم بیاد؟ نه نه جایی چه حرفات چی میزنی؟ یادم خجالت میکشی. خجالت کشیده نداره بذار بیا. شاید واسطه شده این پادر میانی کردیم سوسن آشتی بکنی به سر خانه زندگی خودش. حرف منو گوش کن این زن طلاق بده. والله این به درد تو نمیخوره. به خدا این زن نیست کوری خودی داره. شب نصف شب ما دوتر میبره فرجان. خیلی خوب. خودشه. با میسی باش حرف میزنی. الکی ایراد نگیر برای اینا پخته خورش آب کیا. شرب مربد رو ما نرسید. خیلی خوب. برو دیگه بخواد سفارش کنی. دایی. بفرمایی. سر. بیا دایی. سفیده. یک میلیون و نیم هم محل داره. هر چقدر دلش میخواد برسه. نجابت یاد بگیر. بیا سفیده. یک میلیون نیم هم محل داری هر چقدر دلت میخواد بنویسیم. من میگم فعلا این پول بگی اون 500 هزار تومان دیگریم خاله من چند روز دیگه از رش میاد اینجا میخواد مرداریش رو بشه گاوداری بکنه میگیرم. گوانم آقا رشوته. آقا جون ها؟ آقا جون چرا من گفتم بیا داره باشت کارت دارم. سلام آقا رشمت. سلام سلام چاکرم نقل مایی آقا رشمت رو سلام سلام آقا جون سلام گرشون چی شده؟ هیچی طوری شد؟ نه 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 دست باشه نباشه این روز از سکته فرامنده بفرمایید بشین این رو میکنم بفرمایید برو یه دویست چایی برای من بیار چی داری میگی؟ بفرمایید یا الله خوش آمدیم از خونم خدمت شما آقایشمت در این منظر دوتا اتفاق ناگوار رخ داده. اتفاق؟ بله اساس ما کار سفته هست؟ درباره اولین اولی درباره دومی چه؟ خب چی شد؟ اولی که اون زن دومو بایید هایده هایده وای 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 چی زنی بود آقا بده ها؟ راستش آهش من این آقا بایید ما در زندگی خودش یه اشتباه کرده الان سرش خورده به تیر چاقبر نه چیزی یمک داشتیم ندیم الان میخواستم از شما خواهش میکنم واسطه بشیم پادرمیانی بکنیم سوسن خانم آشتی بکنه بیا سر خانه زندگی خودش. این حرفا چیه دایی من رفتم؟ با خونه رو بزنم برید کجا برید دختر جان؟ اینجا منزل توی خونه توی ندایی اینجا یه روزی خونه ای من الان خونه ای توی این افاره نزد سوسن من سزای همه بدی هایی که بده کردم دیدم زندگیم از هم پاشیده شده بیا با محبت و بزرگواری خودت به این زندگی سر و سامون بده من پیش همه اعتراف میکنم که به تو تهمت زدم حالا هم پیش همه از تو معذرت میخوام بهت قول میدم از این به بعد دیگه شوهر خوبی باشم متاسفم بایی بابا جان عزیز من گذشته ها گذشته خونه که با بایتکس نمیشونن تمامش خونده بابا نمیتونم دایی نمیتونم بایی میگه نمیتونم نمیتونم آجون گرفتاری شدیم ها آقا جون شما یه چیزی بگید در جمعیه جان بله براش اصرار نکن شاید الان روش نمیشه حرف بزن جان من بعدا باش صحبت میکنم رازیش باش قول میدی قول بودی جان دایی جان دایی قول خواب مبارک انشالله سلامتی خواب مبارک شکر بخند شکر شکر خدا خواهش میم نظر به اینجی الان شیش ماه دمامه آشپزخانه ما رنگ غذا را به خودش ندیم من این اینقدر کارپاس کردیم شکل سوسیس شد دایی یه روز به حال ماره دفت کنده دایی بزنی خدا سلام چون به خاطرش کم داری گریه میکنه دایی ای آش بدم این بدبختی های ما بخاطر شکمه از قدیم گفتن این شکمه بیهونه رو پیچ پیچ ایچی نمیخواد غیر دوازده تا ساندویچ